روز شنبه 23 بهمن راهپیمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس برگزار شد، اما بازتاب‌های اون تا همین روزها همچنان ادامه داره، چه از طرف مجامع مختلف خبری، از دوستداران مقاومت و چه دشمنان مردم و مقاومت ایران. اما راستی این راهپیمایی چه ویژگی داشت و مگه چه اتفاقی افتاد که این همه شاهد واکنش‌های مختلف هستیم؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آرش نیکزاد از آلمان. آرش سلام و خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتی در برنامه ایران به پا می‌گیری. من سلام میکنم به شما، به بینندگان عزیز برنامه، به کانون‌های شورشی و تمام کسایی که در استودیو هستن. من باید تشکر کنم که من فرصت دادید که امشب بتونم اینجا حضور داشته باشم و خدمتتون باشم. خواهش میکنم، خیلی لطف کردین. آرش، سوال اولم در رابطه با همین تظاهرات روز 23 بهمن هست که حرف اصلی این تظاهرات چه بود و چه پیامی داشت؟ تظاهرات در پاریس به خاطر سالگرد انقلاب ضد سلطنتی سال 57 بوده، اما اون زمان قبل از اینکه رژیم شاه سرنگون بشه زمینه رو برای شیخ تقریبا آماده کرده بود. چطور؟ هم تشکیلات آخوندار رو با پول قبلا سپورت میکرد و کاری باهاشون هم نداشت و تمام آزادی خواهان رو و روشنفکرها رو یا زندانی بودن و یا حتی کشته شده بودن. این کار انجام شده بود. مردم اون زمان انقلاب، یعنی آزادیشون رو توی دین اسلام میدونن، اینجوری که من دیدم. شعار انقلاب مگه چی بود؟ گفته شده بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این راه رو برای موج سواری آخوندا باز کرده بود و دولت‌های مماشاتگر امروز هم همون زمان هم ازشون پشتیبانی میکردن. همین ها، یعنی که امروز دارن این مشکل ها رو ایجاد میکنن، اون زمان هم از آخوندا پشتیبانی میکردن. تمام این فاکتورها باعث شد که انقلاب ضد سلطنتی به وسیله خمینی دزدیده بشه و با رژیم آخوندی دوباره بهترین و آگاه‌ترین جوانان مملکت زندانی، شکنجه و یا کشته یا و اعدام بشن. همون 50% جامعه که زمان شاه سرکوب شدن شدیدتر به اسم دین تا به امروز دارن سرکوب میشن. منظورم نیروی زنانه. و همینطور که در ایران دختران و زنان جلو ایستادن، سخنرانی و مبارزه میکنن، توی تظاهرات ما هم همین صحنه رو دیدیم. اینطور به دنیا نشون دادیم که زنان ایران سرکوب رو نمیپذیرن و آماده هستن که حقشون رو پس بگیرن. متاسفانه بیش از چه سال طول کشید تا مردم ایران متوجه بشن که دیکتاتوری عمامه با دیکتاتوری تاج هیچ فرقی نداره. به خاطر ما الان شاهد یک شعار میشیم که در داخل و خارج کشور داده میشه که به سادگی هم این درست نشده. برای اینکه این شعار از دل تاریخ 150 سال مردم ایران برای آزادی به دست اومده. که این شعار چی هستش؟ مرگ بر ستمگر. چه شاه باشه چه رهبر. بله، این همین شعاری بود که با صدای بلند در تظاهرات روز 23 بهمن در واقع طنین انداز شد، که الان آرش خیلی خوب بهش اشاره کرد که در واقع این همون حرف اصلی و پیام این تظاهرات بود. متشکرم ازت آرش. حالا یک سوالم از مشاهدات خودت در این روزها میخوام بپرسم. در فضای جوامع ایرانی در آلمان که شما خودتون اونجا تشریف دارین، خواسته عمومی چه هست و چه فضایی رو شاهدش هستی؟ تمام کسایی که من دیدم، چه خارجی و چه ایرانی باشه، خواستار لیست‌گذاری سپاه پاسداران هستن. از همونا تعدادی هم هستن که میگن نه فقط این، برای اینکه کل ارگانهای رژیم باید لیست گذاری بشن. اکثرم امید داشتن که دولتهای اروپا و
یعنی دولت‌های اروپا حرف پارلمان نمایندگان خودش رو بشنون و سپاه رو واقعا ریسک‌گذاری کنن، که این متاسفانه انجام نشد. اینجاست که باز متوجه شدیم نه فقط در داخل، برای اینکه خارج کشورم یک جنگی هستش. البته این طرف یک جنگ سیاسیه. اینو فکر کنم حتی الان نمایندگان پارلمان اروپا هم فهمیدن. بله، دولت‌های اروپا باید بفهمند که دست از مماشات بردارن، سپاه رو لیست گذاری کنن، سفیرهای آخوندار رو اخراج کنن، رابطهشون رو با آخوندار قطع کنن، مقاومت ایران رو در مقابل رژیم به رسمیت بشناسن. و چیزی که خیلی مهم هست، اینو باید بفهمند که سلطنتی مرده و جایگاهی توی دنیای امروز نداره، توی ایران هم نداره. مطمئنم که با دوستان مقاومتمون در پارلمان‌های مختلف به این هدف مشترک برسیم. بله، همینطور که موسی خیابانی گفت، یادآوری میکنم آزادی مال شماست. یقین داشته باشید که آینده مال انقلابیون است. نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد. به به، مرسی از بسیار عالی. چه یادآوری زیبایی هم کردی در ماه بهمن. چند روز پیش هم در واقع 19 بهمن سالگرد شهادت سردار شهید خلق موسی خیابانی و شهید اشرف رجوی بود. خیلی متشکرم ازت آرش، خیلی لطف کردی، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و همه توضیحاتت. موفق باشی. تشکر میکنم زنده شما باشی. و شنتون خوش. خیلی خوشحال شدیم. خدا نگهدارتون.